گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تأثیر نوسانات ارز بر اقتصاد کشور. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از بررسی آثار و تبعات قیمتی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت تولید کننده در اقتصاد کشور نوشت دلار 3500 تومانی هزینه تولید را 37% افزایش می‌دهد. اما آمار اشتغال زایی دولت احمدی نژاد کمی بیش از صفر، در حالی که دولت مدعی اشتغال زایی چند میلیونی است و محمود احمدی نژاد نیست. زمستان گذشته اعلام کرده بود که دولت او توانسته 6 میلیون شغل ایجاد کند. بررسی‌های عملی نشان می‌دهد که میزان خالص اشتغال زایی در دوران احمدی نژاد نزدیک به صفر بوده است. دکتر مسعود نیلی، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان ایران، مهمان ویژه برنامه تلویزیونی پایش بود که به طور مستقیم از شبکه اول سیما پخش شد و به همراه خود نمودارهای از وضعیت اقتصادی کشور را آورده بود که غافلگیر کننده ترین و تکان دهنده ترین آن مربوط به میزان اشتغال زایی در دولت احمدی نژاد و دولت‌های قبلی بود که به طور زنده بر روی آنتن رفت. اما تعطیلی گسترده آزمایشگاه‌های کشور، 90% هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود. رئیس 11 کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی با اشاره به سونامی تعطیلی آزمایشگاه‌های کشور به دلیل نوسانات ارز گفت با تعرفه جدید وزارت بهداشت بیماران باید 90% هزینه‌های درمانی را از جیب بپردازند. بهزاد پوپک گفته است که عمده‌ترین چالش‌های آزمایشگاه‌ها مربوط به هزینه‌های مکان فیزیکی آزمایشگاه‌ها، گرانی تجهیزات و کیت‌ها به دلیل نوسانات ارز و بالا رفتن هزینه‌های انرژی است. اما زمین لرزه بی‌سابقه در سیستان و بلوچستان خاورمیانه را هم لرزاند. به گزارش خبرگزاری‌ها زمین لرزه‌ای نسبتاً شدید زاهدان و منطقه جنوب سیستان و بلوچستان را لرزاند. شدت این زمین لرزه به حدی بود که مردم از خانه‌های خود خارج شده و به کوچه و خیابان ریختند. این زلزله ساعت 15:14 و 17 ثانیه در عمق 18 کیلومتری روی داده است. مرکز زلزله نگاری آمریکا گزارش داده که زلزله‌ای به قدرت 8 درجه در مقیاس ریشتر در منطقه سراوان سیستان و بلوچستان روی داده است. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران قدرت این زمین لرزه را 7.5 درجه در مقیاس ریشتر اعلام کرده است. انتقاد رئیس انجمن بیماران کلیوی از افزایش قیمت داروها و کمبود پروگراف. رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی با انتقاد از وضعیت دارویی این بیماران گفت با کمبود داروی پروگراف مواجه هستیم. علاوه بر آن هزینه این دارو افزایش یافته است. ایسنا به نقل از مصطفی قاسمی افزود اگر بیمار در موعد مقرر برای دریافت سهمیه داروی پروگراف مراجعه کند اما داروخانه این دارو را نداشته باشد، در مراجعه مجدد ما با تفاوت داروی ناشی از تأخیر داروخانه به او اختصاص نمی‌یابد. وی گفت قیمت سایر داروهای بیماران کلیوی افزایش یافته است. اما زلزله زدگان شنبه با آتش دست و پنجه نرم می‌کنند. بخشدار کنگان با اشاره به مشکلات مردم شهر زلزله زده شنبه برای تأمین آب خنک گفت با توجه به گرمی هوا در شهر شنبه نیاز است که وسایل لازم برای تأمین آب خنک این شهروندان فراهم شود. به گزارش مه با شروع گرمای هوا که از مدت‌ها پیش در استان بوشهر آغاز شده، مردم منطقه از وسایل خنک کننده برای استراحت، خواب و خورد و خوراک استفاده می‌کنند. شهر زلزله زده شنبه اما از این امکانات بی بهره است. در این میان می‌توان به کمبود کلمن‌های آبخوری برای نگهداری حداقل چند ساعت یخ و آب خنک اشاره کرد. اما بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی رئیس دولت را تکذیب کرد. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش رسمی خود آمار اعلامی احمدی نژاد درباره رشد اقتصادی کشور در سال‌های 89 و 90 را تکذیب کرد. به گزارش مشرق در حالی که پیش از این احمدی نژاد رشد اقتصادی سال 89 را 10% و رشد اقتصادی سال 90 را 2.5% اعلام کرده بود و نمایندگان مجلس نسبت به صحت این ارقام ابراز تردید کرده و افکار عمومی منتظر تایید این آمار از سوی مراجع رسمی دولت بودند، سرانجام بانک مرکزی با انتشار گزارش رسمی خود آمار اعلامی احمدی نژاد را تکذیب کرد و حق را به منتقدان داد. اما چند خبر از حوزه حقوق بشر.
برگزاری دادگاه محسن قشقایی زاده و محمد پارسی. محسن قشقایی زاده و محمد پارسی از فعالین جنبش سبز و بازداشت شدگان سرای اهل قلم مورد محاکمه قرار گرفتند. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمد پارسی و محسن قشقایی زاده که در روز 19 اسفند 91 با احضاریه کتبی به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بودند، روز دوشنبه مورد محاکمه قرار گرفتند و محسن قشقایی زاده در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی و محمد پارسی در شعبه 15 به ریاست قاضی صلواتی مورد محاکمه قرار گرفت و به صورت شفاهی به آنها اعلام شد که مجدداً برای صدور حکم به دادگاه اظهار خواهند شد. اما ممانعت از اعزام مسعود لدونی به مرخصی درمانی. مسعود لدونی از دیماه سال گذشته در شرایط سخت و مشکلات جسمانی در زندان کارون اهواز به سر می‌برد، اما علیرغم دستور پزشک زندان و موافقت دادستان از اعزام وی به مرخصی درمانی ممانعت به عمل آمد. حسین لقمانیان حاضر به گذاشتن وثیقه نشد. آقای لقمانیان نماینده مجلس ششم که برای دیدار با سید محمد خاتمی از همدان راهی تهران بود و در ایستگاه پلیس نزدیک همدان بازداشت شده بود، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود حاضر به تودیع وثیقه برای آزادی خود نشد. اما انتقال دراویش زندانی به بند 350 اوین پس از 3 ماه حبس در بند 209 دراویش گنابادی به بند 350 منتقل شدند. بعد از ظهر روز شنبه 24 فروردین ماه 92 دراویش گنابادی محبوس در بند 209 به بند 350 منتقل شدند. 7 درویش زندانی پس از آنکه بارها از حضور در دادگاه انقلاب خودداری کردند و دستور ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب در تاریخ 26 دی ماه 91 به بند 209 منتقل شدند. اما دختر محمد رضا پورشجری گفته است که جان پدرم در خطر است. خانواده محمد رضا پورشجری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار، از مسئولین درخواست کردند که حتی بدون اینکه مرخصی به این زندانی سیاسی بدهند، با هزینه خودشان او را به بیمارستان منتقل کنند تا تحت عمل جراحی قرار گیرد. دختر محمد رضا پورشجری گفته است که پزشکان میگوید باید عمل شود. دادیار زندان میگوید یک ساعت هم مرخصی نمیدهم. اما فریبرز رئیسدانا آزاد شد. آقای رئیسدانا که به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود، روز یک شنبه از بند 350 اوین آزاد شد. محمد رضا عالی پیام نیز شاعر منتقد آزاد شد. محمد رضا عالی پیام شاعر منتقد حکومت پس از 2 روز بازداشت آزاد شد. آقای عالی پیام شاعر منتقد و حامی جنبش سبز که از روز شنبه در پی احضار به دادسرای شهید مقدس اوین بازداشت شده بود، سرانجام آزاد شد. محمد رضا عالی پیام در خصوص دلایل بازداشت خود گفته است که جز اتهامات و بهانه‌ها واهی چیز دیگری نبود، بیشتر به خاطر یک سری شعرهای جدیدی که سروده ام بود. اما تماس تلفنی حسین کیانی فعال سبز پس از 10 روز، اظهار بی اطلاعی از دلیل بازداشت و مکان نگهداری. آقای کیانی از فعالین سبز شهرستان آمل که 10 روز پیش بازداشت شده، در تماس با خانوادهش با بیان اینکه وضعیت خوبی دارد از علت بازداشت و محل نگهداریش چیزی نگفته است. حسین کیانی از فعالین اصلاح طلب مازندران است که در ماه‌های اخیر از کاندیداتوری سید محمد خاتمی حمایت کرد و برای کاندیداتوری رئیس جمهور سابق کشور در فضای مجازی و فیسبوک شخصیت فعالی بود. اداره اطلاعات شهرستان آمل پس از تذکر به وی برای عدم فعالیت به نفع سید محمد خاتمی، وی را احضار و سپس بازداشت کرد. و اما نگرانی خانواده نسرین ستوده از خودداری مسئولین برای اعطای مرخصی پزشکی برای معالجه چشم. همسر نسرین ستوده با اظهار نگرانی از افت بینایی این وکیل و فعال حقوق بشر گفت که خانم ستوده مرتب شماره چشمهای زیادتر می شود، دیگر عینکهایی با شیشه های زخیم استفاده می کند، در حالی که هنوز اجازه خروج چند ساعته از زندان برای معاینه نزد چشم پزشک متخصص به او داده نشده است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که در این بخش از اخبار ایران ما را همراهی کردید. تا هفته دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. شنوندگان عزیز،
به خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کارگری و حقوق بشری هفته توسط آقای اکبر روحانی توجه می‌فرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.